سلام، به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان برنامه ما را آغاز میکنیم و امیدوار هستم شما هم جور و صحتمند باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین، در هر کجای از جغرافیای زمین زندگی میکنین، همیشه از لحظات و اوقاتی که سپری میکنین لذت ببرین و داشته های خوب را از آن خود بسازین. باز هم در یکی از برنامه های دیگر رسم زندگی شما ایزان را خوش آمدید میگم و خرسند به این هستیم که باز هم در یک فرصت دیگر خداوند بر ما یک فرصت خوب را عطا کرد تا بتونیم لحظات را به شکل درستش به خوبی و خوشی سپری کنیم و همچنان برنامه خوب را تقدیمتان کنیم. امروز هم روز اخیر هفته، روز پنجشنبه هست. انشالله که یک هفته خوب و خوش را پشت سر گذاشتنده باشین، البته با دستاورت های خوبی که در طول یک هفته به دست آوردین. امروز را هم تا پایان روز با خوشی و خرسندی سپری کنین. امروز هم میخوایم در مورد محرقه با دکتر صاحب جلیل احمد عبیدی، متخصص امراض داخل عمومی صحبت داشته باشیم. شما دوستای عزیز هم اگر در این مورد مشکلی دارین و یا هم سوال دارین و میخواین که مستقیما سوالتون را از دکتر صاحب در برنامه بپرسین، پس میتونن تماس بگیرن. 0220-210-93 شما را به گونه لایف و مستقیم در برنامه وصل میسازه. زمانی که میخواین تماس بگیرین، یک موقعیت خوب اختیار کنین تا صدای شما را با دقت ما هم در برنامه صدای درستتون را داشته باشیم. خوشبختانه دکتر صاحب در برنامه تشریف آوردن و میخواییم سوالات که هست و بیشتر در مورد محرقه و عوامل و علل که سبب با وجود آمدنش میشه، راهکارها و راههای تداوی را بیشتر بدانیم، پس شما هم ما را همراه باشید. سلام دکتر صاحب، وقتتان بخیر، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم. ما هم خرسند هستم که امروز در خدمت هموطنان خود هستم. خداوند را شکرگزاری میکنیم از همه نعمتهایی که داده، خصوصا نعمت صحت که باید مواظبت کنیم و مراقب باشیم که بسیار مهم است. بدون شک. خب دکتر صاحب، در زندگی همیشه خوب است که متوجه صحت ما باشیم و اینکه امراض گوناگون وجود داره، در قسمت امراض گوناگونی که هست در مقابلشان چطور باید استادگی داشته باشیم، مقاومت بدن ما را بالا ببریم و بتونیم که راهکارهای و بدیل را داشته باشیم. میخوایم در مورد محرقه امروز بیشتر از شما بشنویم، اما در نخست خوب است که یک تعریف یا مقدمه داشته باشیم. محرقه یک مرضی است که عاملش باکتری است، به نام تیفوید انتریکا میگن. یک باکتری هست این وقت که داخل وجود میشه، این میتونه که سبب مریضی شه. این راه هایی که این سرایت میکنه مختلف هست، میتونه که از طریق غذای آلوده، از طریق آب آلوده این به یک شخص انتقال بکنه. میفهمید که ما شما میفهمیم وقتی که میکروب یا جسم اجنبی داخل وجود میشه، مقابل از این بدن یک نوع عکس العمل نشان میده یا مقابل از این بعضی انتیبادی ها را تولید میکنه که نمیمانه که اونجا رشد کنه و فعالیت کنه. بعضی وقتا همین جنگ و جدلی که بین میکروب و بدن رخ میده، بعضی اعراض و علائم میده و شخص ناراحت میکنه، یک با ایجاد یک مریضی میشه که عامل محرقه یا همو تیفوید انتریکا سبب مرض محرقه، که خود محرقه هم از این کلمه تب گرفته شده. محرقه از حریق یا حرارت، کسی که تب داشته و او را میگفتن محرقه داره، پس آن معلوم شد که عاملش باکتری هست که سبب تب میشه. دقیقا. خب میخواییم که صحبت های بیشتر را با دکتر صاحب داشته باشیم. قبل از اینکه بریم روی اعراض و علائمش، میخواییم بیشتر در مورد علل و عوامل عمده که سبب به وجود آمدن محرقه میشه از شما بشن. راه هایی که این باکتری انتقال میکنه در بدن از طریق غذای آلوده، و بعضی اشخاصی هستن که مستقیم با همو مواد غایته در ارتباط می باشن، مثال کارمندان صحی یا همو کارگر که مریض مراقبت میکنه در شفاخانه، یا نرس که مراقبت میکنه یک مریض، میتونه که با ملوث شدن دستای ازو با همو میکروب او را بعد از دستای خود حفظ و صحیح خود صحیح مراد نکنه، صحیح نشوه دستای خود، او را باز به یک ظرف تماس بکنه یا آبر بنوشه استفاده بکنه، او باکتری از این طریق میتونه انتقال بکنه. بعضی وقتا هم از طریق آبهای غیر صحی که در او حیوانات و انسانها در او میباشن و یا به شکل آب بازی میکنن، یا کالاشویی هایی که در اطراف در موجوه های اینا صورت میگیره، در آبهای استاده او از او آب برای آشامیدن استفاده میکنن، یا میتونه که یک راه انتقال از این باکتری باشه. بعضی وقتا به صورت مستقیم، تماس مستقیم شخص با شخص دیگه هم میتونه که این باکتری انتقال بده.
دقیقاً. خب دوستای عزیز، صحبت های زیاده هست با دکتر صبح میداشته باشیم، اما قبل از او وقفه داریم. وقت بر همه تان بخیر. در ادامه برنامه قرار داره، موضوع برنامه هم محرقه است. دکتر صبح میخواییم در مورد محرقه، اینکه اعراض علائمش چطور در چی هست، چطور بتانیم که شناسایی کنیم که ما محرقه داریم و بیشتر بپردازیم به تداوی. اعراض و علائم محرقه از یک حالت خفیف تا حالت شدید میتونه متفاوت باشه. مثال یک شخص میه با یک سرگنسی، بی‌اشتیایی یا یک تب خفیف احساس میکنه، شکل های پیشرفته تب شدید می داشته باشن، منطقه از نامش پیداست محرقه، یعنی تبدار می باشن و درد در قسمت شکم خود احساس می کنن، اکثرا قبضیت می داشته باشن. اینا بعضی هایشان بسیار کم و حالت اسهالات هم امکان داره، اما اغلب اوقات قبضیت شکایت می داشته باشن و بعضی وقتا خون از مواد غایتشان دیده میشه که علامه خوب نیست و دردهای بسیار شدید احساس میکنن و خون در مواد غایطه خود میبینن. اینا باید مراقبت جدیدتر شود یا به او توجه زیادتر شود. دیگه سردردی ها هست که میتونه یک شخصی که مرقب داره با همزمان با تبش سردردی پیدا میکنه و شدیدتر میباشه. دلبدی هست، هم پیشتر گفتیم بی اشتیایی و کسالت، بیمیلی و خستگی احساس میکنن. میتونه که پیش یک شخص یک اعراض و علائم بسیار بارز باشه، پیش یک شخص کمتر باشه. یعنی یک نفر بیا خدای زیاد شدید احساس نکنه مگم مرقب باشه. بعض وقت شخص میگه خوب صحیح میگه، ما تو دارم امکان دارم مرقب باشه، امکان داره که باز تشخیص شده که نیست. اکثرا در سر زبانشان یک بار پیدا میشه، یک رقم سفید رنگ مواد در سر زبانشان پیدا میشه که او هم یکم دکتر هم متوجه میسازه. اما بالعموم وقتی دکتر سیوا میبینن از روی امو اعراض و علائمی که مریض حکایه میکنن و خودشان معاینه فیزیکی میکنن، اکثرا به تشخیص تا اندازه میرسن. یعنی معاینات کلینیکی بسیار رول داره، چون اکثرا معاینات های دیگه بعضی جاها امکان پذیر نیست یا بعضی کسا رو اجرا نمیکنن. از نظر کلینیکی باید حداقل دکتر خود به یک اندازه به تشخیص برسانه، بعد از او باز کانفرم شه. دیگه اوتر چی نیست که مثلا حتما باید امی علائم اگه نداشت او مرقه نیست، یا امی علائم عمده هست و میتونه که پیش بعضی اشخاص به شدت های مختلف باشه. دقیقاً. خب دکتر صاحب، شما اشاره به این داشتین که بعضی از افراد هستن که معاینات را بدون اینکه نزد دکتر مراجعه کنن میرن معاینات را انجام میدن به خاطر تشخیص همین محرقه چون که هستن. یکی از هموطنان ما که همیشه سر خودانه معاینات را انجام میدن و میرن پیش دکتر مراجعه کردن، درخواست دوا میکنن که چقدر میتونه ضرر داشته باشه به خاطر تشخیص یک مرض که اونا به خاطر صحتمندیشون انجام میتن. خوب است که در همو نزد دکتر مربوطه یعنی مراجعه کنن به خاطر تشخیص و به خاطر اینکه دقیق تر بتونن همو امراضی که در وجودشان هست دریافتن. بیشتر میخوایم در این مورد شما بشنویم. بسیار نکته خوب اشاره کردین. بعضی وقتا میان مریضا پیش ما که یک معاینه را اجرا میکنه که هیچ ضرورت نبوده، یعنی پیسهشان هم میره و اون معاینه را وقتشان هم چی میشه. وقتی که بهش ما میگه، ما میگیم از این که ضرورتر یک معاینه ارزانتر بود و این معاینه بهتر بود که میکردی، چون دکتر هم او اعراض و علائم دیده نظر به او یک معاینات میده و معاینات هم فرق میکنه. بعضی معاینات هست که او قدرت هم تشخیص هم مرض نداره، یعنی بعضی جاها امکان داره که دکتر سیبا او رو توصیه بکنه، نظر به اینکه امکانات نیست یا دیگه معاینات های پیشرفته نیست، از روی امو و کلینیک مریض او رو توصیه بکنن و تشخیص خدا برسانن. اما در بسیاری اوقات وقتی که معاینات بهتر از او در دسترس هست، خوب است که از اون معاینات دقیق تر استفاده شن. مثلا مثال همین مرقه، وقتی که ما و شما میخواییم به خاطر تشخیص بعضی معاینات رو توصیه کنیم، یک معاینات ساده سیرولوژی میگن که او در خون میگیره انتیبادی ها را تشخیص میکنن، برای ما شما نتیجهش ارسال میکنه که اکثر اوقات این امکان داره که شخص سابق
امی مرض تیر کرده باشه و او مثبت نشان بده، یا ای که شکل غیر فعالش باشه، یا ای که از یک باعث یک مرض دیگه امی انتیبادی تولید شده باشه. با ما شما اشتباه هم مثل که دمی کرونا اکثر مردم فکر کردن که محرقه هستن، وقتی که رفتن تست کردن دیدن که محرقه مثبت است، گفتن ما کرونا نیستیم، محرقه هستیم، در حالی که او به صورت کاذب محرقه را نشان میداد. اما تست هایی که برای محرقه تشخیص کننده است و دقیق است، اونا کلچر یا کشت مواد غایطه، خون، مغز استخوان است. اگر مغز استخوان مشکل است یا از خون امکاناتش چی است، مواد غایطه را کشت کردن از او تقریبا 80-90% ما را به تشخیص میرساند، در حالی که او تستای دیگه شاید 30-40% تشخیص کننده باشد. دیگه اگر دکتر از نظر کلینیکی خود به تشخیص رسانده باشد، خب تست ساده را هم که میده او را به کمک میکنه و به تشخیص میرسه. اما اگر خود شخص میره او رو معاینه میکنه و با عرض و علائمش سر نمیخوره، باز اینجا دکتر هم دودله میشه. باز در این حالت ها او معاینات های پیشرفته، اگر یک شخص او معاینه پیشرفته رو مثال PCR، یک معاینه است که دی ان ای را میتونه او پیدا کنه و یا کشته میکنه، اونا اگر مثبت نشان میده و همزمان آنتی بیوگرام هم میشه، نوع آنتی بیوتیکش هم برای ما میگه، بسیار خوب است. اما یک معاینه ساده اگر پیش ما مراجعه کنه که من محرقه دارم، اینی هم مثبت آمده، در عادی یک معاینهش برای ما نشان میدن، باز ما از روی از او کلینیکش هم مگه نخوره یا مرض امو شکل فعالش پیشش نباشه، باز از روی از اون ما دوا داده نمیده. دقیقا. دکتر صاحب، در زندگی روزمره ما شاهد هستیم کسایی که در فامیل ما، در دوستایم، در بین دوستای ما، اعضای فامیل ما محرقه دارن. یعنی بعضی وقتا اگر همو در اوائل نتاریم که جلوی محرقه را بگیریم، تداوی داشته باشیم، بدنها میتونه که خیلی خطرساز باشه. میخوایم در مورد این که محرقه چقدر خطرناک هست، اگر تداوی صورت نگیره چقدر میتونه که شخصی که مصاب به محرقه از خطرات بیشتر را وارد کنه، در این مورد بیشتر بشنیم دکتر. یکی از اختلالات و یا خرابی هایی که میتونه محرقه بکنه در قسمت جهاز هضمی هست، قسمت امعا میتونه که تخریبات را به بار بیاره. پیشتر هم اشاره کردیم که اگر خون دیده شد یک علامه خوب نیست. اونجا تخریبات وقتی که زیاد میشه خود دیوار امعا را سوراخ میکنه. وقتی سوراخ کرد تثقب امعا ما میگیم و او میتونه که داخل شکم همون محتوی امعا برایه و هی یک حادثه که به عملیات کلان ضرورت است. اگر او تشخیص دمو لحظه نشه و او همون تو بانه سبب مرگ شخص شد. یعنی یک میکروب عادی که اگر ما و شما به او توجه نکنیم و او را زود تشخیص نکنیم و تداویش صحیح نکنیم، میتونه که به مرگ شخص بیانجامه. به مخاطر به این تو حالت ها بسیار ما و شما متوجه باشیم. برعکس از او، اگر ما و شما زیاد ای را کلان بگیریم و هر مریض را بگیم محرقه است، ای را تداوی کرده بریم و دوا داده بریم، میکروب در مقابل دوا مقاوم میشه و این سبب میشه که باز اگر براستی میکروب آمد ما دوا میتیم، باز تاثیر نداره. واقعا. خب دکتر صاحب، چقدر میتونه غذاها رو داشته باشه به خاطر وجود آمدن محرقه و زمانی که فرد مصاب هست به این مرض یا محرقه داره، از کدام غذاها بیشتر استفاده کنن؟ شما چی توصیه دارین به خاطر اینکه حداقل اگر در همو حد تا یعنی از بین بردن میتونن به شکل کامل، همو حد تعادل یا همو حالت نرمال بیشتر به خود بگیرن؟ یک موضوعی که از انتقال مرض اگه بگیم، خود غذای صحی و پاک، غیر غذاهای غیر صحی ملوث کوشش کنه استفاده نکنه. از نظر اینکه شخص داره و همزمان با او از چربی زیادتر استفاده نکنه، مایعات زیادتر بگیره، به خاطر از اینکه همین عرقی که میکنه، تاوی که داره، او مایعات وجود کم میشه، از مایعات زیادتر و میوه‌جاتی که او مایعات زیادتر داره، از لیمو، از نارنج و چیزا زیادتر استفاده بکنن، مقاومت وجودشان بلندتر بره. اما مشخصی تو غذای نیست که ما بگیم این می غذا، یعنی کاملا نمیتونن پرهیز کنن دکتر صاحب؟ کاملا پرهیز نیستن. این تو کدام غذایی نیست که ما بگیم 100% باید اونا جلوگیری بکنن و او ثابت شده باشه. یک موضوع من میخوام اینجا روشن بسازم که مرقه ما شما فکر میکنیم که در گرمی و هوا که گرم شود یا از طریق بعضی غذاهایی که مثال ما و شما میگیریم این به وجود میاد، نه، عاملش میکروب است. بعضی فاکتورهای زمینه ساز داره، یعنی فاکتورهای محیطی
یا محیط گرمتر باشه یا غذای ما ملوث باشه امکان داره اون باکتری از اون طریق انتقال کنه، اما عامل باکتری هست. یعنی بعضی کسا میگن که مرا گرمی زد مرقه گرفت، این حالت نیست، عاملش باکتری است. اگر اون باکتری جلوگیری شوه و تداوی شوه، یعنی باکتری از بدن با وسیله آنتی بیوتیک یا ضد میکروب از بین میره. دقیقاً. خب دکتر صاحب، میخوایم که در اخیر هم چند لحظه که وقت مانده در مورد راه‌های حل، راه‌های تداوی هم بیشتر از شما بشنویم. تداوی مرقه همونطور که پیشتر گفتیم از طریق دوایی امکان پذیر است، در صورتی که مراحل ابتدایی باشه و ما باکتری را بخوایم. بعضی دواها هست از خاندان کوینولون ها هستند که همو انتخاب اول است، مثل سیپروفلاکساسین و اوفلاکساسین است. بعضی جنریشن های سیفالوسپرین ها هم استفاده میشه. بعضی اشکال مقاوم از این خصوصا در قسمت های مدیترانه ای دیده شده که با او باز از مکرولید ها از ازیترومایسین دیدن که زیادتر موثر است برای زیمیتن. خوب است که زیر نظر دکتر این دوا گرفته شود و سر به خود همی دوا گرفته نشه، به خاطر مقاومت ایجاد میکنه. اما اگر شکل اختلاطی میشه، همونطور که پیشتر گفتیم به امعا ضرر میرسانه و یا سوراخ شدن امعا را سبب میشه، در اون حالت دیگه بحث سر عملیات جراحی میره و امکان داره اگر اونجا مشکل پیدا شده باشه او باید از طریق عمل جراحی او رفع شوه و تداوی شوه. مایات هم بعضی وقتا سیروم هم ما به مریضا، چون فشار اکثرا پایین میاد، سیروم و مایات از طریق دهان اگه خورده میتونه زیادتر برش میتیم. بعضی ویتامین ها و تقویتی هم برشون میتیم، اما کوشش کنه که بیشتر از طریق میوه‌جات اگه اشتها داشته باشه برشون توصیه میشه. از یک حالت عادی که در ماینه خانه برشون دوا میتیم تا حالتایی که بسیار پیشرفته میشه مجبور میشیم مریض بستر کنیم و زیر نظر دکتر تداوی صورت. دقیقاً. خب زنده و سلامت باشین دکتر صاحب، سپاس از حضورتان. تشکر. دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. این بود داشته های امروز رسم زندگی که تقدیمتان کردیم. موضوع برنامه هم در مورد محرقه بیشتر از دکتر صاحب شنیدیم. توصیه‌ای که دکتر صاحب داشت، امیدوار هستم شما هم از توصیه‌های دکتر صاحب مستفید شده باشین. تا برنامه بعد و دیدار بعد که فردا جمعه هست، پس فردا روز شنبه در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما رو به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش و همچنان جمعه خوب و خوش را پیش رو داشته باشین.